بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما رفقای جانم و خیلی خیلی خوشحالم که در ثانیه های اول 21 امشب لایو رو شروع کردیم. مثل همیشه به موقع لایو امشب، لایو آموزشی امشب، اسمش هست زندگی بهتر. میخوایم یک سری قوانینی رو بهتون یاد بدیم که زندگیتون راحت تر باشه. یعنی در روزهایی که از خیلی جاها داره به خیلی ها فشار میاد، ما میخوایم تلاش کنیم که زندگی خودم و رفیقای دورم و همه شما عزیزانی که دارید این لایو رو نگاه میکنید، زندگیاتون بهتر بشه و اتفاقهای فوق‌العاده تری براتون بیفته. حتما خودکار کاغذ همراهتون داشته باشید که لایو هر نکته‌ای گفتم یادداشت کنید. هر جای صحبت هم که دوست داشتید میتونید استوری کنید که بقیه استفاده کنن. قبل از اینکه بریم صحبت‌های اصلی رو شروع کنیم، لایو هم برای یه تعداد از دوستانتون بفرستید تا تعداد بیشتری از آدم‌ها به آگاهی برسن. پویا جان سرعت اینترنت سعید بچه اوکیه؟ الحمدلله. ممنونم از وزارت ارتباطات که ببین کار به کجا رسیده که برای یه اینترنتی که حق همه است من باید تشکر کنم. میریم داشته باشیم لایو بی نظیر زندگی بهتر. این لایو کجا استارت خورد؟ از افتتاحیه شعبه بریسوی رامسر. ما رفته بودیم برای افتتاحیه یکی از شعبات فروشگاهمون، من میدونید که برند بریسو رو دارم، رفته بودیم برای افتتاح. یه خانمی اومد پیشم و یک سوالی توی افتتاحیه ازم پرسید. سوال چی بود؟ در اسلاید بعدیه ازم داخل افتتاحیه اومد پرسید که آی بسری، این جهان بر پایه رسیدن طراحی شده یا بر پایه نرسیدن؟ رفقا میخوام که امشب همه هوش و حواستون فقط به دونه دونه کلماتی که من میگم باشه. امشب میخوام کلی صحبت متافیزیکی جذاب کنیم، برسیم صحبت کسب و کاری هم میکنیم. میخوام همه توجهتون با من باشه. یه خانمی از من پرسیده که این جهان بر پایه رسیدن طراحی شده یا بر پایه نرسیدن. یه چند ثانیه فکر کردم، بعد از خانم سوال پرسیدم، گفتم که منظورت طراحی خداوند یا طراحی شیطانه؟ این دوتا دو جهان متفاوته. منظورتون طراحی نیروی خیره یا طراحی نیروی شره؟ منظورتون طراحی نوره یا طراحی تاریکیه؟ ببینید در جهان یک طراحی اصلی وجود دارد، مثل خیلی مثل گوشی های مثلا آیفون اصلی، اپل واچی که وجود داره اصلی، اینا اصلیه. یک طراحی فیک و تقلبی وجود دارد، مثل همون گوشی آیفونی که فکر میکنم 2-3 میلیونی میشم از شکلش هم دقیقا مثل همونه. ببین جهان هم همین شکلیه. یک جهان واقعی وجود دارد که طراحی خداونده و یک جهان تقلبی وجود دارد که طراحی شیطانه. ازش پرسیدم، گفتم منظورت از این سوال که این جهان بر پایه رسیدن طراحی شده یا نرسیدن بر مبنای جهان خیره یا بر مبنای جهان شر؟ بر مبنایی که جهانی که خداوند ترسیم کرده یا جهانی که شیطان طراحی اومده کرده، بر کدوم مبنا؟ خب لایف چند نفریم؟ مرسی مرسی مرسی، بیش از 5000 نفری که تو لایو امشب اومدن و صحبت‌های منو دارن گوش میکنن. من یه نکته‌ای هم بگم، از عزیزانی که در لایو امشب شرکت میکنن یه نفر انتخاب میشه برای اینکه درآمدش در 3 ماه به 100 میلیون برسونیم. آخر لایو بهتون میگم که چجوری انتخاب میشه. خب جهان خیر و جهان شر، بریم اسلاید بعدی. گفتم که اگر منظور جهانیه که خداوند طراحی کرده، جهان خداوند بر مبنای رسیدن طراحی شده، بر مبنای این که شما در ذهنت یه سری چیزا رو بچینی، اقدام کنی و بهش برسی.
و جهان شر بر مبنای نرسیدن طراحی شده. و این مبنا طراحی شده که تو بری به سمت جلو ولی به جایی نرسی، ناامید بشی، افسرده بشی، در نهایت اصلا دست به خودکشی بزنی. ناگه جهان خیر و جهان شر دو جهان است که ما هر لحظه داریم انتخاب میکنیم که ما میخواییم طرف جهان خیر بریم یا طرف جهان شر بریم، و در هر لحظه ما داریم انتخابش میکنیم. خب اثرگذاران جهان شر کیان؟ چه چیزایین؟ یعنی چه چیزهایی باعث میشن که جهان شر روی ما تأثیر بگذارد؟ اثرگذارانش کیان؟ اسلاید بعدی آن رفت. خب جهان شر چگونه روی انسانها اثر میگذارد؟ چگونه اثر میگذارد؟ با رسانه های مختلفی که وجود داره، با تلویزیونی که وجود داره، با اخباری که وجود داره، با شبکه های اجتماعی که وجود داره، جهان شر داره ما رو برنامه ریزی میکند. اگر ما جهان شر رو انتخاب کنیم، در نهایت ناامیدی، افسردگی و چیزهای بد در انتظارمونه. خب یه سری آدما بدون اینکه خودشون بدونن دارن در پازل جهان شر دارن بازی میکنن. خب حالا من دو تا جهان اومدم با هم دیگه مقایسه کردم. ببین هر چیزی که تو میبینی، هر چیزی که میشنوی، هر اتفاقی که تو باهاش روبرو میشی، باید بدونی که در جهان خیر قرار داره یا در جهان شر. مثال بزنم، جهان خیر و شر، ببین در دو جهان مختلف ویژگی های هر کدام دارد. جهان خیر بر پایه امید است، یعنی اگر شما امیدوار هستی نسبت به آینده، اگر شما امیدوار هستی با تلاشی که میکنی میتوانی زندگی تو تغییر بدی، هم تلاش ذهنی هم تلاش جسمی، یعنی شما در جهان خیر قرار داری و جهان شر بر پایه ناامیدی است. یعنی تو در یک فضاها وارد میشی، همیشه صحبت نشدنه، صحبت نتوانستنه، صحبت اینه که هیچ فایده‌ای نداره، صحبت اینه که هیچ آینده‌ای وجود نداره، صحبت اینه که هر روز وضعیت بدتر از دیروزه. اون در جهان شر قرار دارد. پس جهان خیر بر مبنای امیده، جهان شر بر پایه ناامیدیه. جهان خیر بر پایه حمایته. مثال بزنم، شما زمانی که تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی، کار جدید، یه سری از آدم ها از تو حمایت میکنن، در جهان خیر قرار دارن. و زمانی که تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی، یه سری از آدم ها هی مسخرت میکنن، هی بهت میگن تو نمیتونی به جایی برسی، هی سنگ میندازن جلوی رات. اون بر مبنای جهان شر این رفتارهایی که داره انجام میشه. خب بند بعدی خیلی مهمه، جهان خیر بر پایه تلاش ذهنی و جسمی است. توجه کنید، جهان خیر بر پایه تلاش ذهنی و جسمی است، ولی جهان شر فقط و فقط و فقط بر مبنای تلاش جسمی است. یعنی جهان شر میگه که شما فقط به واسطه اقدامات جسمی که انجام میدهی میتوانی در زندگی نتیجه بگیری، ولی جهان خیر میگه قبل از اقدامات جسمی یه کار دیگه باید انجام بدی که اسمش تلاش ذهنیه. جهان خیر میگه کار کم درآمد زیاد، کار کم دارام یکم حروفش، کار کم درآمد زیاد. ولی جهان شر، چون اسلایدار رو خودم درست کردم با پشت دوربین کار ندارم، جهان خیر میگه کار کم درآمد زیاد، و جهان شر میگه کار زیاد درآمد کم. امیدوارم که این مبحث جهان خیر و جهان شر کاملا براتون جا افتاده باشه. توجه کنید که جهان شر دوست داره که چه اتفاقی برای شما بیفته،
دوست داره که شما همیشه کارگر سیستمش باشی یا شما یک آدم خلاقی باشی که روز به روز به سمت جلو حرکت کنی. مثال بزنم. ببینید میخوام بگم که گاهی وقتا خود من یه سری فکرها داشتم که جزء جهان شر بوده. به آگاهی رسیدم تغییرش دادم. مثال بزنم. جهان شر میگه اگر شما روزی 8 ساعت کار میکنی و درآمدت 5 میلیون تومنه، برای اینکه درآمدت 10 میلیون تومن بشه باید 2 برابر کار کنی. یعنی به جای 8 ساعت باید 16 ساعت کار میکنی. خب تو میری به جای 8 ساعت 16 ساعت کار میکنی. خب ولی میبینی بازم درآمدی که داری به خرجهای روزانت نمیرسه. دیگه که نمیتونی ساعت روزانت رو اضافه کنی که. چه اتفاقی برات میفته؟ تو ناامید میشی، تو افسرده میشی، تو از این جهان میبری و در نهایت خیلی از این آدم ها به خودکشی میرسن. ببینید بند آخر اسلاید قبلی، جهان خیر میگه کار کم درآمد زیاد، جهان شر میگه کار زیاد درآمد کم. میخوای بدونی تفکر کسب و کاریت روی کدوم سواره؟ همین لحظه به یک سوال جواب بده. برای این که درآمد 2 برابر بشه باید چی کار کنی؟ جهان شر میگه برای اینکه درآمد 2 برابر بشه شما باید 2 برابر زمان بگذاری. یعنی چی؟ یعنی اگر صبح یه کاری رو داری انجام میدی، بعد از ظهر یه کار دیگر رو انجام بدی برای اینکه درآمد 2 برابر بشه. این حرف حرف جهان شره. جهان شر دوست داره که همه آدمها کارگر اون سیستم باشن، کارگر نظام سلطه جهانی باشه و اصلا آدم خلاقی وجود نداشته باشه. بهتون گفتم جهان شر از طریق رسانه ها روی ما تأثیر میذارن، از طریق مجلات، از طریق یک سری از آدم ها، از طریق مدارس، مدارس همه جهان نه فقط ایران، از طریق ضرب المثل ها. مثلا توی ایران داریم مرد باید نون بازوشو بخوره. خب ببین داره تو رو برنامه ریزی میکنه که تو در ذهنت کاشته بشه باوری که فقط و فقط و فقط نونی خوبه که دسترنج تلاش جسمی تو باشه. امیدوارم که این آگاهی های ناب بتونی دریافتش کنی. تعداد 7000 تا رد شده، نزدیک 8000 تا. مرسی که در یک لایو سراسر آموزش همراه بنده هستی. ما چند وقت پیش یک مهمونی بودیم، من خیلی کم مهمونی میرم، یک جمعی بود، بعد یه آقا پسر خیلی زیبا، آقا پسر خیلی خوب، شبیه همین آرش خودمون، خیلی پسر خوبی، داشت صحبت میکرد که من از طریق بورس ایران میگفت نوسانگیری میکنم، یه سری چیز صحبت های این شکلی درآمد دارم مثلا فلان مقدار. بعد یه خانم مذهبی توی اون جمع بود، شبیه مامان خودم، یعنی من شبیه مامان خودم، سریع تا اون میگفت که من درآمد دارم از بورس و اینا، گفت پسرم این پولا حرام نیست. بعد در ادامه گفت، بند خدا پسر گفت نهاش کنیم برای چی حرام باشه. در ادامه گفت آخه تو که کاری نمی کنی، پشت یه سیستم میشه تق تق میزنی که چی؟ میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بهتون بگم یک کهن الگوهای غلطی، یک باورهای غلطی وجود داره از قدیم تا به امروز، نه فقط در ایران، که فکر میکنن که افزایش درآمد یا درآمد خوب فقط درآمدی که دسترنج بازی باشه. یعنی من برم یک تلاش جسمی خیلی شدید کنم، خودم نابود کنم، داغون کنم، بعد اون پول حلالی میشه و پولی که به واسطه ذهن آدم در بیاد، پولی که به واسطه تخصص آدم در بیاد فایده نداره. میخوام یه قانونی یا همینجا بهت بگم، هرچی تخصص تو بالاتر باشه تلاش جسمی تو پایین تره، و هرچی تلاش جسمی تو پایین تر باشه یعنی تخصصت بالاتره. مثال بزنم، یک کارگر عزیز دوست داشتنی روزمزدی که روی یک ساختمون داره کار میکنه، ببین چون تخصص خیلی بالایی ندارد مجبور است که تلاش جسمی خیلی بالایی کنه،
و مثال میزنم، مثلا یک آرشیتکتی که خیلی حرفه‌ایه، چون تخصص بالایی دارد شاید نیاز نباشه که به اندازه اون کارگره کار جسمی انجام داد. ببین هر چقدر تخصص بالاتر کار جسمی پایین‌تر، و این دقیقا مثل یک ترازو عمل میکنه. خب برای زندگی بهتر، اسم لایف چی بود؟ لایف زندگی بهتر. تو در ابتدا باید آگاهی پیدا کنی از جهان خیر و جهان شر. زمانی که آگاهی پیدا میکنی میبینی که یه سری از فکرهایی که تو داری جزء جهان شره، دیگه سراغش نمیری. ببین مثل یک آلارم عمل میکنه، زمانی که میخوای بری سراغش بهت هشدار میده که این غلطه. در اقداماتت هم همین اتفاق میفته. هر جایی که میخوای به مبنای جهان شر اقدام کنی جلوت گرفته میشه. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، زمانی که جهان خیر و جهان شر رو بشناسی، بین قهرمانان واقعی و قهرمانان ساختگی تمیز قائل میشی، فرق قائل میشی. قهرمان ساختگی اونی که رفته 20 تا عمل کرده، جلوی دوربین قرار میگیره، فقط عکس میذاره، بعد میبینیم که چندین میلیون، چند ده میلیون، چند صد میلیون آدم در جهان دنبال کننده اونی میشن که فقط از اندامش داره عکس میذاره. ببینید میخوام چی بیام بگم. ما در یک جهان پیچیده زندگی میکنیم. جهان خیری وجود دارد که خداوند با قوانینش آفریده است، و جهان شری وجود دارد که شیطان طراحی کرده، و این شیطان یه سری دست داره. همه جا میان میگن که 99% ثروت جهان دست 1%. حالا اون 1% داستان وجود داره. گاهی وقتا بخشی از اون 1% دوست ندارن که بقیه به آگاهی برسن. بعضی ها فکر میکنن، از خیلی ها میپرسن، میگن که شرکت های بزرگ جهان اسمشون چیه؟ بعد به من میگن مثلا آمازون بزرگه، اپل بزرگه، شرکت رو این شکلی میگن. بعد میگم دادا شرکت بزرگا رو نمیشناسی. مثلا بلک راک تا حالا کی اسمش رو شنیده؟ ونگارد کی اسمش رو شنیده؟ در حالی که 40% 500 تا کسب و کار اول امریکا دست این دوتا شرکته. 40% 500 تا کسب و کار اول امریکا. خب ببینید خیلی ها اسمشون رو نشنیدن. جهان شر قهرمانان ساختگی می سازد، و تو رو مجبور میکنه که اون قهرمانان ساختگیشو دنبال کنی، و تو رو مجبور میکنه خودتو شبیه قهرمانان ساختگی کنی. قهرمان ساختگی اونیه که، مثال بزنم، معیار بهت بدم، قهرمان ساختگی اونی که تفکر در قهرمان شدنش نقش نداره. خیلی از بچه ها هستن، من با خیلی از نسل جوان در ارتباطم، نسل نوجوان در ارتباطم، میگم که مثلا تو فلانی قهرمانته، از تفکراتش چی میدونی؟ همینجوری پوکر فیس میمونه. من راجع به چی دارم سوال میپرسم؟ چرا؟ چون جهان شر میخواد که قهرمان ساختگی تو اصلا فکر نکنه، و تویی که اونو قهرمان خودت میدونی تو هم فکر نکنی. زمانی که تو فکر نکنی من میتونم سوارت بشم، زمانی که تو فکر کنی من نمیتونم سوارت بشم. دارم مطالب عمقی میگم، دارم حرفایی رو میگم که شاید هیچ کس توی جهان کمتر گفته. همه به به چه چه اومدن کردن. خب پس تو باید جهان خیر و جهان شر رو بشناسی. گفتم حرفای امشبم فرق داره. بیش از 8000 نفری گم که الان داخل لایو هستن. من از همینجا هم تعداد رو میبینم، شوخی میکنم، بچه ها به هم میگن. خب پس تو باید جهان خیر و جهان شر رو بشناسی. نتیجه این آگاهی چیه؟ برای بهتر شدن زندگی ابتدا تلاش ذهنی مهمه و بعد جسمی. این نتیجه نهایی اون آگاهی جهان خیره که تو اون دوتا ستونی که وجود داشت یه سری بند اومدم به عنوان بند آخر بود اومدم بهت نشون دادم.
خب حالا سه فرق مهم جهان خیر و شر. ناکن ازت میخوام تو رو خدا، تو رو خدا از جهان شر فاصله بگیر. یه تو رو خدای دیگه هم اضافه میکنم. میتونی از جهان شر فاصله نگیری، به سمت جهان خیر حرکت کن. ناکن بعضی وقتا من بهت میگم که تو دوری کن از دوست ناباب، گاهی وقتا من بهت میگم تو دوری کن از تاریکی، گاهی وقتا بهت میگم که تو برو سمت آدم حسابیا، تو برو به سمت نور. همون قدی که تو داری به سمت نور حرکت میکنی، در واقعیت داری از تاریکی فاصله میگیری. و این یک قانون است. حالا سه فرق مهم جهان خیر و شر. جهان خیر توی قرآن خودمون همه کتب آسمانی داریم، این بار تکرار شده است در همه کتب. غمگین نشوید، ناامید نشوید، ضعیف نشوید. نکته نکته نکته، حواست هست به من دیگه؟ نکته، اگر تو کاری را انجام میدهی که غمگین میشوی، اون کارت از جنس جهان شره. اگر تو کاریو داری انجام میدی که ناامید میشی، از جنس جهان شره. اگر چیزی در زندگی هست که تو رو داره ضعیف میکنه، از جنس جهان شر است. خیلی جاها میگن، میگن نام دیگر شیطان غم است. در هر خانه غم وارد شد، یعنی شیطان ورود کرده است. میدونم داره آگاهی ها داره زنگ و به صدا در میاد، میدونم داره به صدا در میاد، ولی باز یادداشتم کن. زمانی که یادداشت میکنی چند تا ورودی داری. حالا فرمولو بهت بگم، فرمول ساختن زندگی بهتر چیست؟ یک حرکت در جهان خیر. این یکو پشت همه تصمیم گیریات داشته باش. دو رو میخوام بهت بگم، دو در واقعیت یک. متافیزیک، برای ساختن زندگی بهتر شما باید 99% تمرکز اولت روی متافیزیک باشه، 99% تمرکز زمان اقدامات اولیه روی متافیزیک باشه و 1% اقدام عملیه پیوسته، 1% آخر. من این مثال خیلی از جاها زدم، خیلی از عزیزان کپیکار هم انجام میدن سالیان سال مثال ها رو. بازی رو که میخوایی نصب کنی تا 99% اول بری. بازی حال میده یا نمیده؟ چجوریه؟ بازیش خوبه؟ 99% نصب شده، چجوریه بازیش؟ میدونم داری میگه خودتی، من نمیتونم بازی کنم وقتی 99% فقط نصب شده. ببینید پس هر 100% مهم است. میخوام بهت بگم 99% این مهمه، 1%. ولی اگر اینو نداشته باشه، اینو واسه کیا دارم میگم؟ واسه اونایی که دارم میگم که صبح تا شب رو تختشون خوابیدن، میگم ما داریم تصویر سازی میکنیم. بعد میگم اوکی، 1 سال 2 سال تصویر سازی، تصویر سازی تو رو به چه اقدامی رسوند؟ میگه اونی که داشته آموزش میداده نگفته اقدام باید داشته باشم، گفته اما اولیه کافیه، زنگ خونتون رو میزنم. میگه اونی که داشته آموزش میداده خودش داشته اقدامی رو میکرده که درآمدی داشته باشه. ببین پس 99% اول، ولی اینم 1%، 1% تیر، ضربه آخر، ضربه آخر، ضربه آخر، اقدام عملیه پیوسته. متافیزیک به 3 چیز تقسیم میشه که همتون دیگه حفظید. من فکر میکنم اینستا ما 2013-14 دارم که همیشه من اولین پستی که توی اینستا نمیدم 2013 یا 2014 گذاشتم راجع باور گذاشتم، که فکر کنم یکی افتتاحیه بود، یکی عزیزی عکس گرفته بود واسه هم آورده بود تبدیل به قاب عکس کرده. من ببین این سال پیش که اون زمان اصلا کسی راجع باور صحبت میکرد توی ایران، راجع باور داشتم صحبت میکردم. متافیزیک، باور، احساس، انرژی. 99% اول، 25 دقیقه رفت، من ترسی این دارم به مطالبم کامل نرسم. روی میخواستم توضیح بدم، روی اسلاید بعدی به جاش بیشتر توضیح میدم. پس باور، احساس، انرژی، 99% اول، 1% آخر تلاش اقدام عملی پیوسته. خب زندگی بهتر از منظر کسب و کار چه شکلیه؟ بازم یک متافیزیکه، یعنی شما باید باورهاتو درست کنی به صورت پیوسته، احساستو به صورت پیوسته خوب کنی، انرژیتو به صورت پیوسته بالا نگه داری، متافیزیکت درسته. خب پس باور، احساس، انرژی.
میدونم الان باز داری میگه آخه مامانم یه سری حرفا میزنه انرژیم پایین میاد، عمم میزنه، خالم میزنه، بابام میزنه، داداشم میزنه، معلمم میزنه، همه یک سری حرفا میزنن که انرژی من پایین میاد. میخوام بهت بگم به میزانی که باور تو در زندگی قوی میشه، تأثیر حرف اطرافیان بر روی تو کمتر میشه. نکته رو گرفتی؟ به میزانی که باور در زندگی قوی تر بشه، یعنی به میزانی که به یک چیز باور قوی تری در زندگی داشته باشی، تأثیر حرف دیگران روی تو کمتر میشه. نه اینکه آدم های دیگه حرف نزنن، حرف میزنن، کمتر حرف میزنن، ولی تأثیرش هم روی تو کمتره. یعنی چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که اگر تو، من فکر میکنم چند وقت پیش این مثال رو زدم، اگر تو الان یک وزنه یک کیلویی هستی، با یه لگد میافتی زمین، با یه حرف نابود میشی، زمانی که تو باورهاتو قوی میکنی تبدیل میشی به یک وزنی 10 تنی. دیگه با یه لگد زمین نمیخوری که هیچ، هر کسی که به تو لگد بزنه خودش دردش میگیره. پس به میزانی که روی متافیزیکت کار میکنی، روی خیلی از جنبه‌های زندگی تأثیر میذاره. خب حالا من روی باور، احساس، انرژیم دارم کار میکنم، بعد از این باید چی کار کنم در کسب و کار؟ 6 مرحله وجود دارد که من توی دوره VIPم کامل اومدم توضیح دادم، چند وقت پیش استوری هم کردم. ما 100 میلیون تومان آموزش رایگان فقط توی کانالمون داریم. هیچ کس در ایران به اندازه محمد بصیری آموزش رایگان کاربردی نذاشته. گاهی وقتا دون پاشیدن برای اینکه بقیه دوره‌هاشو برام بخرن. من 0 تا 100 اینستاگرام پیشرفته رو اومدم توضیح دادم، هر چیزی که پیشرفته بود اومدم آموزش دادم. پس از مطالب رایگانم استفاده کنه. همین لایو امشب ببین چقدر نکته دارم میگم. خب 6 تا مرحله بعدش وجود داره. استعدادیابی. ببین هر انسانی نه فقط در یک جنبه، در جنبه‌های مختلفی استعداد دارد. کسانی که اعتقاد به جهان‌های ماورا دارن، کسانی که اعتقاد به متافیزیک دارن، در سطح پیشرفته اعتقاد دارن. ما قبل از اینکه در این جهان بیایم، در جهان دیگری در زمینه خوب بوده ایم. اگر در چیزی امروز استعداد داریم، برای این است که در جهان قبلی روی اون چیز تمرین کرده ایم. ولی فقط یه دونه نیست. در زمینه‌های مختلف انسان میتواند استعداد داشته باشه. خب اینجا یک داخل پرانتز بگم، بعضی از آدما 20 سال صبر میکنن تا استعدادشون رو پیدا کنن و در این 20 سال هیچ کاری رو انجام نمیدن. میگن که ما داریم دنبال میگردیم که استعدادم در چه زمینه ایه. یک انسان دیگه در طول 2 سال میره به کارهای مختلفی دست میزنه، متوجه میشه در یک کار شور و شوق داره، متوجه میشه در یک کار با تلاش کم نتیجه زیاد میگیره، متوجه میشه اون کاری که اون آدم توی 1 ساعت داره انجام میده رو بقیه دارن توی 100 ساعت انجام میدن. مدل درست زندگی مدل دوم است. یعنی مدل نیسته که شما 20 سال صبر کنی، هیچ اقدامی انجام ندی، بری از جیب مام بابا بخوری، بعد بگی که نه من منتظرم که استعدادم رو پیدا کنم. من میخوام بهت بگم که حتی اگر شما در زمینه استعداد نداشته باشی، اگر باورهای قوی بسازی و تلاش پیوسته داشته باشی، هم ذهنی هم جسمی، توی اون زمینه هم تو میتونی رشد کنی. اگر در زمینه استعداد باشه که خیلی بهتر. پس من اعتقاد دارم شما باید کارهای زیادی انجام بدی تا متوجه بشی در کدوم زمینه استعداد داری. این داخل پرانتز گفتم. توی دوره فیلم کنم VIP کلی هم راجع به استعدادیابی اومدم، روش اومدم گفتم. رشد شخصی، اگر تو فکر میکنی کاری رو شروع کنی و از روز اول در اون کار نفر اول، نامبر وان یا مثلا تاپ تنی، اشتباه داری میکنی. در هر کاری رو شروع کنی تو نیاز داری به مرور زمان بهتر بشی و به این مرور زمان بهتر شدن، یعنی به مرور زمان من نواقصم رو کم میکنم، نواقصم رو تبدیل به نقطه قوت میکنم. ایده های راه اندازی کسب و کار این جاش میتونست بالاترم باشه در کنار استعدادیابی باشه. ناکنین من اعتقاد دارم که ناکه بعضی وقتا به شما راجع به میگن که شما کسب و کاری رو انتخاب کن که اون کسب و کار اصلا وجود نداشته باشه. این یه نکته وجود داره. این کسب و کاری که تا به امروز وجود نداشته خاکخوری بزرگم داره.
یعنی تو یه کسب و کاری که تا به امروز وجود داشته رو میری ایده خلاقانه رو اون کسب و کار میدی، شاید 6 ماه خاک خوری بخواد. ولی یه کسب و کاری که اصلا تا به امروز وجود نداشته، هم خاک خوری بیشتر داره، هم منابع بیشتر میخواد. من موافق این نیستم. حالا اگه منابعشو داری خاک خوریشو میخوای بکنی، ایرادی نداره. ولی بهترین مدل اینه که من برم کسب و کارهای موفقو پیدا کنم، در کسب و کارهای موفق نقاط ضعفشون رو پیدا کنم، نقاط ضعفشون رو تبدیل به نقطه قوت خودم کنم و کسب و کار رو لانچ کنم بدم بالا. این اون مدلیه که باعث می شود شما نتیجه بگید. ببینید کسی داره جلوتون صحبت میکنه که بیش از 15 سال در کسب و کارهای مختلف بودم. همین امروز هم که انتا کسب و کار داریم، همتون هم خبر دارید، کارخونه تا بقیه چیزایی که داریم. ببینید این نتیجه تجربه زندگیمو دارم بهتون منتقل میکنم. ایده های کسب و کار پس میشه استفاده کرد. بعضیا فکر میکنن برای اینکه در کسب و کاری به درآمد برسن حتما باید ثروت زیاد داشته باشن، حتی هم باید پول زیاد داشته باشم. من میگم که پول تو مغز آدم هست. یعنی به جای من اعتقاد دارم برای اینکه به درآمد برسی، به جای اینکه جیبت پر پول باشه، باید مغزت پر باشه. و اصلا اعتقاد دارم آدمی که روز اول کسب و کار یا لانچ میکنه جیبش پر پوله، معمولا به نتیجه فوق‌العاده‌ای نمیرسه. چرا؟ چون آزمون خطاهایی باید انجام بده. این آدم جیبش پره، هی فکر میکنه میتونه هزینه کنه، یه جایی میبینه نمیتونه هزینه کنه. من اعتقاد دارم که مغز پر به نتیجه ختم میکنه. مثال بزنم، افتتاح فکر میکنم مشهد اگر اشتباه نگم، اینقدر این چند وقته افتتاح اومدیم رفتیم، یه بنده خدایی اومده بود به هم میگفت آی وسیری من سماق تولید میکنم، سماق، ولی اصلا فایده نداره، دست زیاده، من چیکار بگیرم بکنم توی سوپرا این شکلی و از این حرفا. گفتم مشکل تو میدونی چیه؟ تو محصولو داری، مغزت پر نیست. چون هوادار ما بود میدونه که من اگر صحبتی میکنم بهش تلخ میاد، برای اینکه آگاه بشه دارم یه حرفو میزنم، نه اینکه تخریبش کنم، تحقیرش کنم. گفتم مغزت پر نیست. گفت چطور؟ گفتم میخوای من مثلا 20 ثانیه فکر کنم بهت ایده بیان بدم؟ گفت آره. گفتم ایرادی نداره، شما اون سماقی که میخوای بفروشی و تبدیل به یک برندسازی شخصی برای کسب و کارهای دیگه کنه. همینجوری پوکر فیس داشت من نگاه میکرد، گفت یعنی چی کار کنم؟ گفتم میری تو کبابی های مختلفی که وجود داره، میگی من سماق میزنم به اسم خودت بهت میدم تو بسته بندی های کوچیک. بعد طرف بیاد میگه به صورت مثال تو این 500 تومن سماق میخوای 750 بهش بفروشی، با مبلغ بیشتر بفروشی. حالا عدد نوعی اومدم گفتم، مثال اومدم زدم. طرف میگه که چقدر قیمت شما بالاست، من اینو 500 دارم میخرم، تو 750 میدی. در جواب بهش میگه که اون آدمی که روی میز تو میشینه سماقو میبینه با مارک برند مغازه خودته، روی تو چجوری حساب باز میکنه؟ میبینی چی میخوام بگم؟ و اون آدم رفت اون ایده رو اجرا کرد و پول خیلی خوبی هم رسید، به پشتیبانی پیام داده بود. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که وقتی که پر بشه، هی ایده میاد، میتونی نتایج فوق‌العاده بگیری. فروش از اینستاگرام، به تعداد موهای سر من مدرس اینستاگرامی وجود دارن که اینستا رو توی اینستا دارن آموزش میدن، از بچه 10-12 ساله گرفته تا آدم 40-50 ساله. خوبه، بازار خوبیه، میشه فروخت روش کار کنید. ما دوره رایگان هم در همین زمینه داریم، افزایش مشتری و ایجاد مشتری وفادار. زندگی بهتر از منظر کسب و کار این هفت مرحله است که اگر اجرا کنی نتایج فوق العاده میگه 9.35 شد، نصف اسلاید هم مونده. خب یه لیوان آب به من میدید؟ دم شما. همینجوری پویستم، قرار بود امشب زیاد داد بیدادم نکنم، نکردم دیگه. خب ایزان هستن تو لایف؟ دم بیش از 8000 نفر گرم که تو یک لایو آموزشی همراه بنده هستن، هستیم همراه شما. بریم اسلاید بعدی. مهمترین ریشه اقدام عملی پیوسته، اقدام عملی پیوسته باورهای ماست. این تا مثالم واسه این قضیه دارم.
مثالاشو اگر میشه رد کنم که خب بریم مبحث بعدی. پس اگر میخوای اقدام عملی پیوسته داشته باشی، ببین اینجا گفتم اقدام عملی پیوسته ریشش باورهاته. تا زمانی که باورات قوی میکنی اقدام عمل پیوسته هم انجام میدهی. خب ببین باورهای ما در زندگی شبیه گوگل عمل میکنن. تو پست آخرم تو یکی از اسلایداش اومدم گفتم بهتون که ببینید شما توی گوگل سرچ میکنی آیا گوشت مفید است؟ هزاران مقاله میاد که گوشت مفید است. بعد توی همون گوگل سرچ میکنی آیا گوشت مضر است؟ هزاران مقاله میاد که مضر است. اون چیزی که توی گوگل داری سرچ میکنی همون باورهای شماست. یعنی باورهای شما دقیقا مثل همون چیزی که توی گوگل سرچ میکنی عمل میکنه. چه جوری؟ ببینید ما یک بخشی در مغزمون داریم به نام RAS، شبکه مشبک مغز. چند تا کار مختلف انجام میده. یکی از کارهایی که انجام میده این که دیتاهای مختلفی که در هر لحظه وارد ذهن من میشه رو فیلتر میکنه. حالا چیزی که تو در گوگل سرچ میکنی، یعنی چیزی که تو بهش باور داری، از RAS مغزت رد میشه. یعنی RAS نتایج گوگل رو بهت نشون میده. ببینید همه نتایج گوشت مفیده یا گوشت مضره توی نتایج گوگل هست، ولی اینکه تو چی سرچ میکنی نتیجه رو مشخص میکنه. حالا نکته چیه؟ چیزی که تو سرچ میکنی و در زندگی باهاش روبرو میشی. یعنی چیزی که تو بهش باور داری و در زندگی باهاش مواجه میشی. ببین یه جمله طلایی بگم، ببین از چیزی که تو هستی در زندگیت زیادی ببینی. اگر خودت آدم درستی هستی آدم درست میبینی، اگر من آدم نادرستیم آدم نادرست میبینم. چیزی که من هستم و باورهاشو در زندگیم ساختم در آدمای اطرافم میبینم. بعضی ها هستن میبینیمشون یاد بدهیامون میفتیم. خب پس چیزی که تو بهش باورداری RAS مغزت نشون میده. یه مثالم واسط بزنم، اینجا دوتا مثال آوردم، یه دونه مثال میزنم. این ماشین راستیه چیه؟ ایران خودروه سمن. چیه؟ دنا. مثال میزنم یه نفری چیه؟ تارا. حالا فرقی هم نه، ماشین تارا. مثال میزنم یه نفری الان مثلا 206 داره، از امروز باور میکنه در لیست شوک‌گذاریاش میمیسه که میتواند دنا بخره. خب زمانی که میمیسه از فرداش میره توی خیابون هی دنای همین رنگی میبینه. ولی تا دیروز نمیدید. چرا تا دیروز نمیدید؟ از روزی که یادداشت کرد و به این باور رسید که من میتوانم اون دنا را داشته باشم، چرا از اون روز میبینه؟ از اون روز RAS مغزش بهش اجازه میده متوجه دناهای سفید بشه. ببین دناها قبلش هم وجود داشت ولی متوجهش نمیشد، از اون روز متوجهش میشه. پوپر حالا چی میگه؟ میخوام دستورالعمل زندگی رو بهتون بگم. به به، زمان اجازه بده، 5 دقیقه دیگه یک به من یه اشاره کن. خب دستورالعمل زندگی پوپر میگه چیه؟ حتما یادداشت کن زندگی. فکر میکنم پوپر من یه کتابی هم به همین نام ازش خوندم، درست میگم؟ یه کتابی به همین نام هم داره. پوپر میگه زندگی درست، به به، زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله هست. به، نکنیم مسائل در زندگی همه آدم ها. الان فکر میکنی ایلان ماسک مسئله نداره؟ موشک میخواد بفرسته هوا، میخوره زمین، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. فکر میکنی مسئله نه؟ اونم به مسائل داره. همه ما آدم ها مسئله داریم در زندگی و مسائل در زندگی ما قطع نمیشند. زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله است. چه آدمی میتواند سراسر حل مسئله را حل کند؟ زندگی سراسر حل مسئله کسی که نگاه امیدوارانه داشته باشه. یه جمله معروف است میگه تا زمانی که شما امید داشته باشی هر چقدرم آروم بری بازم شانس پیروزی داری.
خب زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله است. ماها مثل این تیبک های چایی، مثل این چای خشکای کیسه ایم. زمانی که مسئله وجود نداشته باشه اصلا معنایی برای ما وجود نداره. هی امروز و فردا میکنیم، فردا رو پس فردا میکنیم. معنای زندگی کو؟ معنای زندگی کی مشخص میشه؟ زمانی که چای کیسه ای تو آب جوش میافته، تازه رنگش مشخص میشه، عطرش مشخص میشه، طعمش مشخص میشه. تازه چای کیسه میفهمه که معنای وجودش چیه. همینجوری دارم میگه موهای تنم. ببین درک زنگه انشالله به صدا در بیاد. زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله است. اون آدمی که نمیخواد در زندگی مسئله یا حل کنه، معنای زندگیش نداره. این زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله است. یک مسئله رو حل میکنی، خداوند چیکار میکنه؟ به شما پاداش میده. پاداش ها در مسیر حل مسئله و در پایان حل مسئله است. یعنی نه فقط در انتهای حل مسئله. زمانی که اقدام میکنی برای حل کردن مسائل زندگی، در مسیر هم خداوند بهت پاداش میده. سهراب چه زیبا میگه، میگه گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بم زندگی را به من آموخته است. این اساس زندگی. فقط باید اینجا توجه کنیم، بازم تجربه میخوام بهت منتقل کنم. مسائل زندگی زیاده. این که انرژیمو من روی کدوم مسائل بذارم و روی کدوم مسائل نذارم خیلی. باید انرژی تو بذاری برای مسائل مهمتر زندگیت. حالا نکته کجا؟ زمانی که مسائل مهم زندگی را حل می کنید، مسائل دیگه هم کم رنگ میشه. نکته دوم، زمانی که مسائل زندگی تو حل می کنی، خداوند دو پاداش میده. پاداشی که خوشحالی توه، پاداشی که توی میبینیش همون لحظه. دومین پاداش خداوند مسئله جدیده. چرا؟ چون باز مسئله جدید رو حل کنی، بازم پاداش. چرا؟ پوپر زندگی درست زندگی سراسر حل مسئله است. یه سری از عزیزان اعتقاد دارن زندگی درست زندگی سراسر تحمل رنج است. حالا من اعتقاد دارم به زندگی سراسر حل مسئله است و خیلی از عزیزان همین اعتقاد رو دارن. فروید چی میگه؟ فروید میگه وسعت شخصیت هر فرد به بزرگی مسئله یا مشکلی است که میتواند او را از حالت عادی خارج کند. خب میخوام یه نکته ای بهت بیام بگم. ما کی از حالت عادی خارج میشیم؟ زمانی که ما امیدمون رو از دست بدیم. ببین نکته همون جهان خیر و شر را. ما هر جا امیدمون رو از دست بدیم از حالت عادی خارج میشیم. مثال بزنم، یک معلمی روز اول که میاد سر کلاس، من 10 سال معلم مدارس مختلف بودم، یه زمانی زیست شناسی درس میدادم، خیلی دانش آموز داشتم. یا خیلی هم معلم ها رو میدیدم که روز اول به دانش آموزی که درس نمیخوند میگفتن پسرم، دخترم، عزیزم، اگر درس بخونی این شکلی. هفته بعد دخترم، عزیزم، گلم. اون آدم 3 ماه بعد اون معلم مینداخت طرف رو بیرون. چرا؟ چون ناامید شده بود از درس خوندنش. زمانی که ما در زندگی ناامید میشیم از چیزی، میگیم اون چیز دیگه درست نمیشه، از حالت عادی خارج میشیم. خب زمانم دیگه فکر کنم چند تا اسلاید دیگه زیاد داریم. بذارید تمرین رو حداقل بگم. بذارید اینم توضیح بدم، زمان دارم دیگه، اینم توضیح بدم. خب عزیزان دلم، یک گلی توی خونه شما وجود داره. اون گله نه سبز میشه، نه اون درخشه، نه سبز میشه، نه گل میده، اصلا فایده همش خشک. شما اون درخشه رو مقصر میدونی یا محیط اطرافشو؟ یعنی میگی که این خاکش مناسب نبوده، گلش مناسب نبوده، اینش مناسب نبوده، هواش مناسب نبوده، نورش مناسب نبوده، کودش مناسب نبوده، میگی بقیه چیزاش مناسب نبوده. حالا ما آدم هم محیط اطرافمون روی گل دادن یا روی گل ندادنمون تأثیر داره.
یعنی محیط اطراف یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که من میبینم، چیزهایی که من میشتمم، آدمایی که باهاشون صحبت میکنم، زمانی که در طول شبان روز میذارم. به خاطر اینه که من سال 92 توی همه کلاسام این جمله رو دارم میگم، میگم ورودی های ما خروجی هامونو میسازه. یعنی چی؟ یعنی به میزانی که من روی ورودی هام کار میکنم، ورودی های بهتر دارم، در نهایت نتایج زندگی من عوض میشه. حالا میخوام بهتون تمرین بگم. ببینید خیلی تمرین فوق‌العاده‌ایه برای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه، به شدت تأثیر داره. میتونید مثلا 3 ماه 4 ماه بعد نتیجه این تمرین رو واسم بفرستید که مطمئنم فوق‌العاده ذهنتون رو تربیت میکنه برای اینکه نتایج فوق‌العاده بگیری. تمرین چیه؟ یه کاغذی میگیری، یکی از خواسته های زندگی تو بالاش میمیسی، بعد زیرش فکر میکنی در سکوت یه جای آروم، 10 روش برای رسیدن به اون خواسته زیرش یادداشت میکن. فرداش دوباره همون خواسته، اینو 7 روز پیوسته باید انجام بدی. فرداش دوباره همون خواسته رو یادداشت میکنی، 10 روش برای رسیدن به اون خواسته زیرش می‌نویسی. میتونی مسئله زندگیت هم جای خواسته یادداشت کنی، یعنی اون مسئله‌ای که توی زندگی داری میخوای حل بشه، 10 تا روش زیرش یادداشت می‌کنی. روز 3، 4، 5، 6، 7 زمانی که 7 روز این کارو انجام میدی، تمرین فوق‌العاده است. من تو جلسات خصوصی این تمرین رو میگفتم، گفتم امروز بگم حال کنید. زمانی که این کارو انجام میدی 7 روز، ضمیر ناخودآگاه تربیت می شود به دنبال راه حل بگردد. و در کنار اون قضیه تو 70 تا روش داری که تو رو میتونه به خواستت برسونه. اون عامل اولیه مهمتره. نکنه از فردای 7 روز هر وقت به اون مسئله فکر میکنی، به اون خواسته فکر میکنی، در ادامه خواست سری میری به چی فکر میکنی؟ میری به روش رسیدنش فکر میکنی. و به این روش رسیدن گاهی وقتا فکر در محیط بیرونه، گاهی وقتا الهام گرفتن از درونه. این تمرین میخواد که تو از درون به نتیجه برسی. چون من فکر میکنم تکنیک خدای درونو تو دوره معجزه داشتم، میگفتم خدایی در درون ما وجود دارد که همه جوابها را بلد است. از درونت میخوای جواب مسائل زندگی تو بده. تمرین رو اجرا کن، 3-4 ماه دیگه بهم بگو که به خواستت رسیدی. با هم دیگه حال کنیم، به مردم نشون بدی، مردم هم حال کنن. خب جنید بغدادی یه جمله داره، میگه انسان صادق در 1 روز به 40 حال درآید، منافق 40 سال در 1 حال بماند. یادتون باشه لایو بعدی راجع به این یه 20 دقیقه توضیحات بدم. خب ناکنیم ما از اول امسال هیچ ثبت نامی نداشتیم. اوه زمانم باید بگم که واسه 100 میلیونی هم بگم به عزیزان. خب از اول امسال ثبت نامی نداشتیم، فکر میکنم حدود 6 ماه هیچ ثبت نامی نداریم. بعد از 6 ماه بعد از این همه جلسه رایگان جشنواره اومدیم گذاشتیم. هر 3 تا دوره‌مون، هر 300 یعنی VIP معجزه در 77 روز و پولسازی پلاس، از امشب ساعت 22 تا فردا شب ساعت 22 ثبت نام داریم. عزیزانی که تو 2 ساعت اول امشب ثبت نام میکنن، یعنی از ساعت 10 تا ساعت 12 شب، به اولین دوره همی که توی شهریور برگزار میکنیم دعوت میشن. از نزدیک همدیگه رو میبینیم، گپ میزنیم، جواب سوالات داده میشه. همه دورهای من به درد هر انسانی میخورد که در زندگیش میخواد تغییر کنه، زندگی بهتر رو میخواد بچشه، از آدم 12 ساله گرفته تا 120 ساله. خب 3 تا دوره رو که همتون بلدی، دوره پولسازی VIP، دوره تخصصی راه اندازی کسب و کاره، اون 7 مرحله گفتم، ایده های کسب و کار، رشد شخصی، دوران گذار، افزایش فروش، ایجاد مشتری وفادار، متافیزیک، همه اینا داخل دوره پولسازی VIP، دوره تخصصی کسب و کار محمد بصیری دوره پولسازی VIP. یعنی اگر کسب و کار داری و میخوای به درآمد برسی، حتما پولسازی VIP رو شرکت کن. برای اولین بار در سال 1402 دیم جشنواره رو برگزار میکنیم. دوره معجزه در 77 دوره تخصصی افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس و ایجاد حال خوبه که کلی مطلب داره، ساخت شخصیت جدید،
ارتباط با خدای درون، میگیم که چجوری از خدای درون سوالاتتو بپرسی، آشتی با خودم و تمام کائنات، برنامه‌ریزی مجدد زمین ناخودآگاه، کلی نکته. بعد دوره پولسازی پلاس، دوره تخصصی کسب پول، رابطه، سلامتی، آرامش از طریق متافیزیکه. دوره پولسازی پلاس هم کلی تکنیک داره، تکنیک آفرینش 7 امی پلاس، دوستی با خدا، قطع تارهای اتری، گشایش چشم سوم خیلی خوبه، تکنیک پاکسازی خیلی خوبه، باورهای منفی تو میریزه بیرون، دوباره تو رو از نو متولد میکنه. این سه تا دوره‌ای که من دارم تا آخر امسالم دیگه برگزار نمیشود. این یه بارم به درخواست شما که کچلم کردین، چندین ماهی دارید میگی که دوره برگزار کن، دوره برگزار کن، ما این رایگان برگزار میکردیم، گفت دوره قدیمی ها. این سه تا دوره رو داریم. خب هزینه‌اش دوره پولسازی وی آی پی دیگه همه بلدید دیگه، قیمت اصلی 30 میلیون بوده، با تخفیف 5 میلیون فقط از امشب 22 تا فردا شب 22، قیمت اصلی معجزه 10 میلیون 4 میلیون 10 میلیون 4 میلیون، یعنی با 4 میلیون تو هم میتونی پولسازی پلاس، معجزه و 5 میلیون وی آی پی رو تهیه کنی فقط 24 ساعت. اینا که بعضی وقتا یه سری آدما هستن میگن فقط 24 ساعت، طرف دو هفته بعد دوباره ثبت نام میذاره میگه فقط 24 ساعت، ماه بعد ثبت نام میذاره فقط 24 ساعت. ما سال 402 هیچ ثبت نامی نذاشتیم، فقط خدمات رایگان بوده، اینم به اصرار شما فقط 24 ساعت و دو ساعت اول. کسانی که 22 امشب تا 24 ثبت نام میکنن می توانند در دوره همی هم شرکت کنند. نمیدونم این پای میفته یا نه. برای ثبت نام در هر کدوم از این سه تا دوره کافی نام دوره رو به شماره 0912-370-2022 در تلگرام ارسال کنید. خیلیاتون دیگه این شماره رو دارید و حفظید و رسیدم. با چه سرعتی اومدم گفتم. پس به این شماره ارسال کنید برای شرکت در دوره. از امشب تا فردا شب فقط یک بار در سال 1402، ما قبل از این نداشتیم، بعد از اینم نخواهیم داشت. تمدیدم فکر نمی کنم که یک روز بعدش تمدید کنم، یا یعنی فکر می کنم توی همین 24 ساعت کلکشو بکنیم. خب بذار اول یه اسلاید تو دارم، هنوز 5 6 دقیقه بذارید اول یه اسلاید توضیح بدم. معیار سنجش یک تصمیم واقعی با یک اقدام جدید سنجیده میشه. خیلی وقت هست آدم رو میگه آیا سری من تصمیم گرفتم زندگیمو بهتر کنم، میگم لایک، ماشاءالله، چه اقدامی انجام دادی؟ تصمیم گرفتم دیگه. خب اوکی، تصمیم گرفتی، تصمیمت به چه اقدامی ختم شده؟ آیا سری مگه تصمیم باید به اقدام ختم؟ میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم معیار سنجش یک تصمیم واقعی با یک اقدام جدید سنجیده میشه. اگر واقعا تصمیم داری که زندگی تو بهتر کنی، باید اقدام عملی انجام بدی. و اگر اقدام جدید داشته باشی، چه ذهنی چه جسمی، یعنی تو تصمیمی که گرفتی واقعی بوده. خب مطالب تمام، ثبت نام از همین الان شروع شد. به اون شماره 0912-370-2022 میتونید پیام بدید. کسایی که دو ساعت بعد دور همی 100 میلیونی رو بگم. خب عزیزانی که دوست دارن، ما یه نفر رو انتخاب کردیم توی یک ماه و نیم به درآمد 100 میلیونی رسوندیم. عزیزانی که دوست دارن انتخاب بشن برای درآمد 100 میلیونی، دوباره میخوام یه نفر رو انتخاب کنم به درآمد 100 میلیونی برسونم. ولی نکته کجاست؟ اگر کسی 0 تا 100 دوره های من رو اجرا کنه 100 میلیون چیه؟ توی هایلایت ها هست، خیلی ها درامت های بیشتر رو به راحتی رفتن کسب کردن. یعنی میخوام بهت بگم که من مسیر اومدم، گفتم یک نفرم اینجا داریم انتخاب میکنیم بنابر قولی که اومدیم دادیم. باید چیکار کنی؟ باید بری در این لینک www.b2n.ir/basiri100، درسته؟ باید بری تو این لینک شماره تو وارد کنی، پیج اینستا تو وارد کنی و به چند تا از سوالات، چند تا سوال خیلی ساده از لایو همین امشب گذاشتیم، به اون چند تا سوال جواب بدی. ما همه جوابهای شما رو بررسی میکنیم، توی 72 ساعت آینده برنده رو معرفی میکنیم که یه نفر انتخاب میشه برای رسیدن به درآمد 100 میلیونی. پس لینکو پر کنید، لینکو برید و سوالا رو جواب بدید، به امید خدا که شما انتخاب بشید. البته یه روش ساده‌تر هم وجود داره که اجرا کردن آموزش هاست که همه شما رو به این درآمد فوق‌العاده میرسونه. خب همه نکات رو گفتم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین.
خیلی خوشحال شدم یک بار دیگه براتون لایو برگزار کردم. حتما لایو امشب رو سیف کنیم پویا جان. اگر دوست داشتید لایو و استوری کنید، سه تا قلب سبز بذارید که انرژی بگیریم. بازم براتون لایو برگزار کنم و نکات آموزشی و تمرین بهتون بگم. امشب یه تمرین فوق العاده گفتم، نگیرایگان بوده ارزش نداره. من توی جلسه رای کنم همون تکنیک های جلسه اصلی ها رو دارم میگم بعضی هاشو. پس حتما اجرا کن و نتیجه میگیری، نتایج فوق العاده. دم شما گرم که همراه بنده بودی. دم شما گرم. خیلی خوشحال شدم که امشب با هاتون صحبت کردم. خیلی دوستتون دارم. فوق العاده در زندگی من ارزشمند هستین. و یه چیز دیگه هم بگم، ثبت نام دوره رو گذاشتم. امروز دیدم که خیلی ها پیام دادن آقای بصیری ما دوره اینستاگرام پیشرفته رو شرکت کردیم، شما هیچ هزینه ای اما نگرفتیم، ما میخوایم یکی از دورهای شما رو شرکت کنیم به خاطر اینکه اون دورت فوق العاده بوده. شما مردم به من لطف دارین. دمتون گرم. تا پایان 1402 بازم دوره رایگان واسهتون میذارم. 100 میلیون گذاشتم تو کانال تلگرام، بازم میذارم. لذت ببرید، حالش رو ببرید. من میخوام که هممون با هم دیگه رشد کنیم. مرسی. آخر همیشه همه لایوام یه سری دعا میکنم، بازم بهتون میگم دعا میکنم از آسمون براتون طلا بباره، دعا میکنم از آسمون براتون آرامش و خوشبختی و شادی بباره، دعا میکنم از آسمون براتون رابطه های عالی بباره، دعا میکنم از آسمون براتون ثروت های حلال بباره. و تا سلامی دیگه، همه شما رفقای جانمو به خداوند منان میسپارم. شبتون بهشت. دم شما گرم.